با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این 30 روز از اولین ماه در 14 سال از 3 هزاره ارزم بزرگشون با پوزش از این که قدری با تأخیر 7 دقیقه‌ای در حقیقت برنامه رو شروع کردیم. امیدوارم که یواش یواش شما هم به دوستانتون اطلاع بدهید که این مشکل برطرف شد و ما در خدمت شما هستیم. عرضم به حضور شما همطور که وعده کرده بودیم، امروز با آقای ایرج مستاقی گفتگو خواهیم کرد، میهنیار نازنینمون. اینا شخصیتایی هستند که به راستی وطن و میهنشون رو دوست دارن و برای رسیدن به اون نقطه‌ای رو که ما بهش میگیم نقطه آزادی، شما باید اول اون پدیده میهنت رو دوست داشته باشی، اول باید میهن رو بشناسی. وقتی شناختی دوستش داشته باشی، در درون میهن است که ملت ایجاد میشود و از تبلور ملت است که دولت نامیده میشود. پس بنابراین محور اصلی بحث میهن است و ایرج نازنین از جمله میهن یاران ما محسوب میشود. اجازه بدید که با این مقدمه سلام بکنیم با آقای ایرج مستاقی و مطلب خودمون رو آغاز بکنیم. میدونی که در حول و حوش انقلاب 57 هستیم و آقای ایرج مستاقی هم به هر جزء فعالین انقلاب بوده است. بپرسیم ازش که این انقلاب چگونه پیروز شد، چه دلایلی دست به دست هم داد تا توانست که رژیم پهلوی رو به زیر بکشه و پیروز بشه، ولی اگر که امروز حاصل انقلاب چیز دیگری است، اون موضوع دیگری است. ما در این مقطع فقط به این تیکه‌ای که چجوری این اتفاق افتاد می‌خوایم صحبت کنیم. آقای مستاقی، من به شما سلام می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب بهبهانی، همچنین خدمت بینندگان عزیز، و تشکر می‌کنم از اینکه یه بار دیگه ارتباط ما رو با همیهنانمون وصل کردید. خدمتتون باید عرض کنم که ببینید، در واقع ما در کشورمون اونجوری که من مسائل رو میبینم دو تا انقلاب داشتیم. یک انقلاب ضد سلطنتی داشتیم که بسیاری از نیروها، حالا که بعدا راجبش توضیح میدم، درش مشارکت داشتن، و این انقلاب تا روز 22 بهمن 1357 بود. یک انقلاب دیگه هم ما در کشورمون داشتیم که از روز 23 بهمن یا از غروب 22 بهمن آغاز شد و اون انقلاب اسلامیه که همچنان ادامه داره و ادبار اون همچنان گریبان مملکت ما رو گرفته و نکبت اون از سر و روی کشورمون بالا میره. به نظر من نیروهای تشکیل دهنده این دو انقلاب کاملا با هم متفاوت بودن، اگرچه بخشی از نیروهای تشکیل دهنده انقلاب اسلامی در انقلاب ضد سلطنتی هم بودن و اگرچه رهبری انقلاب در هر دو انقلاب مشترک بود، یعنی خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو هم به عهده داشت، اما نیروهایی که در انقلاب ضد سلطنتی مشارکت داشتن میدونیم که متفاوت از اون نیروهایی بودن که در انقلاب اسلامی مشارکت داشتن. اینو میتونید تو عکسای انقلاب ببینید، تو عکسای جنگ ببینید و مقایسه کنید با هم دیگه. میتونید بعداً این رو در واقع اعضای سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی مثل جهاد سازندگی، نمیدونم بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و انواع اقسام بنیادهایی که حالا همه یا اسمش شنیدن و یا باهاش آشنا هستند، میتونید ببینید و متفاوته از اونهایی که انقلاب ضد سلطنتی رو درش مشارکت داشتن. البته خب ضعف‌های ما، اشکالات ما، اشتباهات گروه سیاسی به منجر به پا گرفتن یا تقویت انقلاب اسلامی هم شد بدون تردید و نقش مستقیم داشتن نیروها و بدون اینکه حالا در صورت خودشون بخوان یا این تصور رو داشته باشن، تقویت کردن این انقلاب اسلامی رو و پایه‌های اون رو تحکیم کردن با شعارهای نابجایی که دادن، با اقدامات نابجایی که صورت دادن که حالا میشد بعداً راجع به اونها هم صحبت کرد. اما ببینید، انقلاب ضد سلطنتی در واقع درسته که در سال 57 به اوج گرفت،
اما ریشه های اون خیلی گذشته برمیگشت. اگر نخواهیم خیلی دورتر بریم، لااقل به کودتای 28 مرداد برمیگشت. رژیم شاهنشاهی با بحران مواجه بود، با بحران مشروعیت مواجه بود، همون بحرانی رو که نظام جمهوریستان امروز باش درگیره، به ویژه از سال 88 به بعد باش درگیره و قبلا هم خود میدونید با 30 خرداد بود، ولی حالا تشدید شده این بحران مشروعیت، مشروعیت ولایت فقیه بیش از پیش، امروز در عدم مشروعیتش در ذهن و ضمیر مردم حک شده و ولایت فقیه با بحران مشروعیت روبرو هستش، همونجوری که شاه با بحران مواجه بود، با بحران مشروعیت بعد از سال در واقع 32 که با کودتای 28 مرداد به قدرت رسید، این بحران باهاش درگیر بود و هرگاه که زمینه ایجاد میشد بروز میکرد مشکلات نظام شاهنشاهی. خب حالا در سال 56-57 این مشکلات تشدید شد. میدونید بعد از این که رژیم شاهنشاهی بعد از به قدرت رسیدن دولت کارتر و شعار حقوق بشری که دولت کارتر میداد، عملا دست رژیم شاهنشاهی بسته شد و اونها تن دادن به خواسته های غرب، تن دادن به خواسته های امریکا و به برنامه حقوق بشر اونها. و خب میدونید که ساواک در اون روزها دست از شکنجه برداشتن و بسیاری از بندها رو شل کردن. همین باعث شد که جامعه ای که درش پتانسیل زیادی بود و مطالبات بسیار زیادی در اونجا هم باشته شده بود فوران بکنه. و خب از همون موقع دیدید نامه هایی که آقای حاجی جوادی می نویسن به شاه و نامه معروفی که رهبران جبهه ملی آقای سنجابی، داریش فروهر و بختیار به شاه می نویسن و خواسته هایی رو مطرح می کنن و از او تقاضا می کنن که به قانون اساسی برگرده، قانون اساسی رو اجرا بکنه. منتها شاه سمت و سو رو درک نمی کنه. در سال 56 به جای این که یک چهره ملی رو، یک چهره ای که در واقع خب حالا به نظام شاهنشاهی در طول اون حالا 25 سال وابستگی نداشته یا ارتباط مستقیمی نداشته، به جای اینکه یکی از اونها رو بیاره در شرایط جدید دولت رو اونها تشکیل بدن، در واقع آقای آموزگار رو بیاره که خب مدت‌ها وزیر دارایی بوده، مدت‌ها رئیس شرکت رئیس هیئت ایران نمایندگی ایران تو اوپک بوده و در هر صورت او رو میاره به قدرت میرسونه. چه بسا اگر یه چهره دیگه می اومد، چه بسا اگر دکتر صدیقی اون موقع به قدرت میرسید یا بختیار یکی از چهره های این چرانی، کشور با مسیر دیگه رو میره. ولی شاه متوجه نبود و نمیفهمید. خب کینه تاریخی هم داشت. میدونید شاه از جبهه ملی دلخوشی نداشت، نفرت داشت از همه کسانی که در سال 32 بودن، نفرت داشت از مصدق داشت و اینها پاشنه آشیلای شاه هم بود و از همین جاها بود که میدونید شاه رابطه حسنه با روحانیت داشت، با جبهه ملی نداشت، با چپ ایران نداشت، دشمنی ویژه‌ای داشت. شما میبینید که کوچکترین جایی رو نمیذاشت برای چهره‌های ملی برای نفس کشیدن، کوچکترین منفذی رو برای اونها باز نمیذاشت و اونها مطلقاً از فعالیت سیاسی محروم بودن. ولی در همون شرایط شما میبینید روحانیت دست بازی داشت تا روستاهای ایران، تا دور افتاده ترین روستاهای ایران شبکه خودشون رو داشتن و میتونستن به کار خودشون ادامه بدن. شما میبینید درست نظام شاهنشاهی اجازه میده در مقابل کاخ جوانان به اینکه حسینی ارشاد رو درست بکنن، در صورت حسینی ارشاد با اجازه دولت شاه، با اجازه ساواک و برنامه های او هم با اجازه ساواک، اگر نمیخواستن که اجازه نمیدادن، مجبور نبودن که، هیچ اجبار اونها رو وا نداشته بود که اجازه بدن به حسینی ارشاد تشکیل بشه. ببینید به خاطر اینکه شاه چپ رو و نیروهای ملی رو دشمن میدونست، از چپ حراس داشت و فکر میکرد مذهب پشت اونه و فکر میکرد روحانیت در جیب اونه و البته در سال 32 وامدارشون. شما میدونید شاه در اسفند سال 31 قصد فرار از کشور داشت. این کاشانی بود که با اصرار خودش، آیت الله بروجردی بود، اون رو حمایت کردن، پشتیبانی کردن،
مانع فرار او شدن و شاه موند و اون توطئه های پی در پی شکل گرفت و تا اینکه مصدق در 28 مرداد در واقع با این کودتا از کار برکنار شد و خونه نشین شد و زندانی شد و خونه نشین و تا روزی که در احمد آباد فوت کرد. ببینید در هر صورت شاه این تصور نادرست رو داشت، به اونها دست باز داده بود. شما ملاحظه میکنید یعنی شاه با دست خودش تیشه به ریشه حکومت هم زد. خب شما آمار روحانیت رو ببینید در زمانی که رضا شاه ایران رو ترک میکنه، آمار مساجد رو ببینید در زمانی که رضا شاه ایران رو ترک میکنه و در زمانی که شاه از ایران، ده ها برابر فرق کرد، جمعیت فقط دو برابر شد، ولی آمار روحانیت، آمار مساجد، تکایا و حسینی ها ده ها برابر شد. و شاه درست از روزی که به قدرت رسید برنامه پدرش رو کنار گذاشت و از در کنار اومدن با روحانیت در آمد و همه خواسته های اونها رو پذیرفت و به این ترتیب بود که خودش رو وامدار روحانیت میدید، چون در سال 32 اونها به پشتیبانی شاه در آمده بودن و شاه تصور میکرد با همکاری اونا میتونه در مقابل روسیه بیسته، میتونه در مقابل چپ بیسته، در مقابل اتحاد شوروی و دنیای اردوگاه سوسیالیسم بیسته. این تصورات شاه بود. و خب شما میبینید که در سال 57 عملا شاه از همون جایی خورد که فکرشو نمیکرد. ببینید در سال 55 درست شاه باز هم بر اساس همین سیاست نادرستی که داشت، حالا امروز خیلی از این سلطنت طلب ها میخوان موضوعات رو همه رو به خارج از کشور و آمریکا و نمیدونم کارتر و اینها رفت بدن، ولی بیاید توجه بکنید درست در سال 55 بهمن ماه سال 55 شاه میاد سوء استفاده کنه، ساواک میاد سوء استفاده کنه از روحانیت، بازار و جناح سنتی و عقب مونده ترین جناح سنتی برای مبارزه با مجاهدین و برای مبارزه با چپ. شما ملاحظه میکنید همه اینا را از زندان آزاد کنید، عسکر اولادی، حاج مهدی عراقی، محی الدین انواری، حاج حیدری، همه اونایی که در داستان ترور حسن علی منصور دست داشتن، کروبی، علی خانی و بعدش در سری بعد در تابستون 56 بادامچیان، لاجوردی. ببینید کچویی، اینا همه آزاد میشن. اینا تماما کسانی هستند که به مدد خمینی میان. اینا رو ساواک آزاد میکنه برای مبارزه با چپ، چون فضا رو آماده دیده بود بعد از اون تحولات درون سازمان مجاهدین و مارکسیست شدن بخشی از این سازمان، اینها رو شرایط رو آماده دیده بود که از اینا استفاده کنه علیه چپ. اینا رو آزادشون میکرد. حتی یکی کسی مثل احمد احمد در درگیری مسلحانه دست کشیده بود، ساواک اون رو دادگاه نفرستاد، بدون اینکه به دادگاه بفرسته آزادش کرد. احمد احمد رفیق دوست اینا بودن و اینا در سال 57 میدونید بسیاری از فعالیت ها رو اینها سازماندهی میکردن و بعد کمیته استقبال از خمینی رو اینا سازماندهی کردن. ولی خب اینها که مقبولیتی نداشتن در سطح بین المللی، که اینها که در سطح نمیدونم اروپا و امریکا مقبولیتی نداشتن. مقبولیت رو کی داشت؟ جبهه ملی داشت. مقبولیت رو نهضت آزادی داشت. اونها بودن که در مذاکرات شرکت میکنن، چه با دولت مردان اروپایی و امریکایی و چه با نظامی ها وقتی که میان به ایران، وقتی هویزر میاد باز هم دیدارها با این هاست. یعنی اونها متقاعد میکنن غرب رو که انتقال آرام میتونه صورت بگیره و ما هستیم و ما نیروی جایگزینیم و ما آلترناتیو. و غرب به این ترتیب هست که میپذیره انتقال قدرت رو. بنابراین ولی کن
همه امور در داخل کشور در دست بازاره، تظاهرات ها به دست اونهاست، اداره کننده اونان، حتی کمیته استقبال درست ظاهرا درش چهرهای از قبیل نمیدونم سباقیان و امثال هم هستن، اما پشت پرده دیگه تماما عناصر بازارن، عناصر مؤتلفن، امثال رفیق دوستن. و خب از روز اول انقلاب هم که پیروز میشن، مدرسه علنی و نهادهای اصلی قدرت در دست اینهاست، کمیته ها در دست اینهاست، همه چی در دست اینهاست. اینا یه بخش دیگه است که خب خیلی ها نمیبیننش، ولی از طرف دیگه حمایت همه گروه های سیاسی در اون روزها از خمینی و بر علیه شاه. شما ملاحظه کنید نیروهای چپ، نیروهای ملی، نیروهای روشنفکر، کانون نویسندگان، کانون وکلا و سازمانهای سیاسی همه و همه به استقبال شاه، به استقبال خمینی میرن در مخالفت با شاه. کمتر روشنفکری رو شما میبینید در اون روزها، حتی زمانی که بختیار انتخاب بشه. فقط میبینید تو روشنفکرهای ما یه کسی مثل دکتر صدیقی هستن که ازش دفاع میکنن، چون شرایط رو میفهمه، درک میکنه. ببینید بازرگان میگه ما بارون میخواستیم اما سیل اومد. میدید داره سیل میاد، میدید، اما کسی اون موقع به حمایت از بختیار که در واقع میتونم بگم نمایندگی میکرد مدرنیته رو در مقابل سنت، همه اینایی که ادعا میکنن همشون دنبال سنت دارن، و ما هم که خب اون موقع فقط یک آدم 18 ساله 19 ساله 20 ساله که محلی از اعراب نداره. که متوجهم آقای مستقیم، این سوال اینجا برام پیدا شده و اون این اصلش که چطوری مثلا همین گروه هایی که ازش نام میبریم میرن دنبال کسی، چون الان بهمنه دیگه، یعنی ما 6 بهمن هم داریم توش، انقلاب سفید شاه هم داریم، اصلاحات ارضی و آزادی زنان و حق رأی به زنان دادن و کارگران سهیم شدن در صورت کارخانجات، و خمینی علناً در مقابل اینا میسته و اعتراض میکنه، و یکی از پایه های سال 42 همین قانون آزادی زنان بود دیگه. ولی چطور میشه که این بخش بدون توجه به این داستان دنبال این آقا حرکت میکنه؟ اون نقطه‌ای که گم میکنه اون کجا، چرا گمش میکنه؟ من همش سوالم اینه که چرا اگه به تاریخ اون نگاه کنیم، از صدر مشروطه این نقطه رو هی گم میکنه، هی یادش میره که این چی گفت، هی برمیگره دوباره از یه سوراخی هی دوباره گزیده میشه. من اینو نمیفهمم، میتونی شما برای من قانع کنی چرا این اتفاق میفته؟ اتفاقا به نظر من بسیار بسیار نقطه مهمی رو روش دست گذاشتید. ببینید متاسفانه سازمانهای سیاسی ایران توجهی ندارن. ببینید سازمان مجاهدین خلق، اتفاقا بنیانگذاران مجاهدین خلق که در صداقتشون و در شرافتشون تردیدی نیست و اونها بهترین فرزندان میهن بودن، ولی توجه بکنید اونها میان میگن ما سازمان مجاهدین خلق رو اصولا میگن بعد از شکست جنبش 15 خرداد همه راه‌های نمیدونم پارلمانتاریستی بسته است و ما حالا بایستی دست به سلاح ببریم و سازمان پیشرو و مکتب و اون چیزایی که مطرح میکنن مبارزه مکتبی و اینها رو که خب همه ما شنیدیم. ببینید اولا کدوم جنبش، بعد کدوم جنبش مترقی، و بعد هم شما میبینید حتی تعابیری که مجاهدین بعد از انقلاب 58 هم میکنن از 15 خرداد واقعا فاجعه است. شما ببینید در 15 خرداد یک دونه نیرو مترقی شما نمیبینید. خب رهبری این جنبش دست کیه؟ از اون و خمینی اجرایش کیه؟ تیه آجزایی، اسماعیل آجزایی، یعنی اراد رمزون یخی. ببینید ارازل و اوباش تهران، خب معلومه وقتی رهبری دست ایناست خواستای اون جنبش میتونه چیا باشه که همون که خودتون رو فرمیدید. یک دونه شما نیروی مترقی اونجا نمیبینید، نه زنان رو تو میبینید حتی یه دونش. تو کدوم جنبش 15 خرداد زن بوده اصلا؟ در صورتی که شما عکسای
32 رو نگاه میکنید، 30-31 رو نگاه میکنید و نهضت زنان رو در اونجا میبینید، جنبش زنان رو میبینید، حضور زنان هم میبینید. یعنی کشوری نیست که زنان تو پستو باشن. 10 سال قبلش زنان بودن، حالا نیستن. واسه یه اتفاقی افتاده دیگه. از طرف دیگه شما یه دونه دانشجو رو تو نمیبینید. مثلا جنبش دانشجویی حضوری در 42 داره؟ معلومه نداره. فقط یه مشتی آخوند دوزر میه قومو دوروبر نمیدونم حوزه روی قم و دوروبر بازار ایران یه مش شاگرد بازاری مثل لاجوردی و امثالهم، لاجوردی خدیریان نمیدونم عسکرالادی هرندی اینا یه مش همشون یه مش آدمای شاگرد بازارن و یعنی عقب مونده ترین اقشار ایران تو این جنبش شرکت. خب معلوم فاجعه در میاد ازش. شما نگاه کنید به موازی که فدایی ها میگیرن راجع به همین 15 خورد. اتفاقا خب برای مشکل اینجاست که اونا سمت و سو رو نمیبینن. مشکل اینجاست که روشن فکر ایرانی هم این خطر رو نمیبینه، نمیفهمه که جنبش داره به سمت مذهب پیش میره، نمیفهمن که انواع اقسام گروه های مذهبی برخلاف سال 32 داره تشکیل میشه. اگه اون موقع یه دونه فدایان اسلام بود، خب حالا دارن میبینن حزب ملل اسلامی قبلش نمیدونم اون همین معترفه است، حزب ملل اسلامی، حزب الله، حالا بعد مجاهدین، بعد گروه های مختلفی که به وجود میانن، حتی خود نهضت آزادی داریم میبینید سمت و سوی حرکت به سمت مذهب رو داریم میبینید. و در هیچ نقطه ای از دنیا شما نمیشه یک حرکت مذهبی شکل بگیره و بعد بهرش و روحانیت نبره. نمیشه اصلا. اگر یه حرکت مذهبی در همین سوئد شروع بشه حتما سرش یه موقع کلیسا میشه. اگر این اتفاق در یک کشور یهودی نشین باشه حتما خواه کلیسا اونا میشنن سرش. تردیدی در این نیست که متاسفانه برای که خطر رو درک نکردن. من یعنی چند روز گذشته آقای میناچی فوت کردن، مقاله میخوندم از عبدالعلی بازرگان، میناکاری های میناچی، با چه افتخاری ایشون میگه که میناچی در مقابل کاخ جوانان حسینی ارشاد درست کرده بودن، جوانان تو کاخ جوانان نمیرفتن، میرفتن حسینی ارشاد. خب ببینید امروز اینا رو گفتن که افتخار نیستش که. ممکنه بنده هم در 20 سال 30 سال پیش 40 سال پیش با افتخار اینا رو میگفتم، ولی امروز که نتیجه دیدم که دیگه افتخار نیستش که. خب معلومه اشتباه می‌کردن، به جای کاخ جوانان می‌رفتن توی حسینی ارشاد. حالا بماند که اینطوری هم نبوده. اتفاقا بزرگترین خدمتی که به جامعه ایران شده همین کاخ جوانان بودن، همین کتابخونه‌ها بودن که اونجا تشکیل می‌شد و همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ما خیلی از چیزایی که تو جامعه روشن فکری بود همه‌ش از اون بودن. بنابراین اتفاقا اشکال تو اینجا بود که حسینی ارشاد درست شد. ببینید شما وقتی که جامعه رو به سمت مذهب سوق میدید دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید که بعداً جامعتون اسیر دایناسورهای حوزه علمی قم نشه، چون که اکثریت جامعه رو که شما تشکیل نمیدید که توده های بی سواد تشکیل میدن، کم سواد تشکیل میدن، متعصب تشکیل میدن و روحانیت سو استفاده میکنه از تعصبات. و خب شما میبینید اون کسانی که جبهه ها رو پر میکنن، اون کسانی که در واقع میان زندانبان میشن، اون کسانی که میان جنگ رو اداره میکنن، نهادها رو اداره میکنن، سپاه رو تشکیل میدن، کمیته رو تشکیل میدن، اونا کسایی نیستن که تو انقلاب 57 بودن. برید عکس‌ها رو نگاه کنید، تو فک و فامیلا خودتون بگردید نگاه کنید، ببینید کیا بودن. معلومه اشکال اتفاقا از همینجا بود، ندیدن، متوجه نبودن. شما ببینید مشکل در اینجاست که در سال 52 مجاهدین برای چی میرن دنبال خمینی در عراق؟ خودشون عرضه میکنن به اونجا، برای که خمینی رهبره. حالا میگه رهبری انقلاب خمینی دزده، چی دزده؟ واسه شما رفتید اونجا؟ آقای داریوش، آقای بختیار وقتی نامه نوشتن به شاه
گزارش رو به خمینی داد، برای چی به من ندادن؟ برای که خمینی رهبر بود، من کاری نبودم یا همسرگان کاری نبودی، چرا به کس دیگه ندادن؟ برای اینکه ببینید، برای اینکه اینا میدیدن ولی تجربه نمی کردن. آقا فکر میکردن که فقط با خمینی میشه رژیم اندا، حالا هر کسی با رژیم شاه مخالفه ما بریم دنبالش. اشکال در اینجا بود، استفاده از ابزارهای ممکن برای انداختن شاه. فکر نمیکردن برای که انداختی، حالا بعدش چی؟ خب معلومه خمینی وقتی که بندازه که بلند نمیشه شما بشینی جاش. این رو درک نمیکردن. روحانیت رو تجربه کرده بودن در قضیه مرحوم کسروی. اون موقع که اینا جرأت نداشتن، اون موقع که اینا قدرت نداشتن، اون موقع که ابزار کار نداشتن، شما می‌بینید به اون شکل در مقابل دادگستری کسروی رو تیکه پاره کردن. خب توی دادگستری نمیدونم اونجوری کشتنش. خب بنابراین هیچ رسیدگی هم نشد. روشنفکرهایی مثل نمیدونم احسان طبری هم اومدن توجیه کردن در همون موقع که آقا این حرفای نامربوط میزد. خب جرز زبونش بگیم، خب این چیزایی بود که اونا گفتن دیگه. بنابراین به نظر من اتفاقا جنبش روشنفکری ایران مسئول بوده در این فاجعه که به سر ما آمده. متاسفانه همه میگن نمیدونم میدازن کلی کسی دیگه، سلطنت طلبا که میدازن کل آمریکا و نمیدونم غرب و نمیدونم تیمسار عرباقی اینجوری کرد، نمیدونم تیمسار فلان اینجوری کرد. اوه قرار کاری کسی و بگونه خود شاه کرد. تیمسار فلان دیگه، تیمسار مقدم چیه؟ تیمسار قرباقی چیه؟ زمینه این ازمهلال سلطنت رو خود شاه فراهم کرد. حالا همه تو سال 50 هم مونده بودن چیکار کنن؟ یکی میگه همه رو بزنیم بکشیم، یکی میگه بزنیم دستگیر کنیم، یکی میگه آقا ول کنیم انتقال آرام بدیم. همش دیگه در واقع اینطوری بود، ولی مشکل ایجاد شده بود. خب این آدم هوشیار بود. سال 56 وقتی دید خبری نیست، نامه نوشت به آخوندا. وجود داره دیگه که آقا بقیه نامه نوشتن هیچ برخوردی هم رژیم نکرده، ظاهرا بهای چندانی هم نمیطلبه، شما بیاید وسط. آخوندم فرصت طلب، همشون دیدن بله اوضاع الان جوره ریخته مثلا. بنابراین میخوام این رو عرض کنم که همه بخشای جامعه دست در دست هم داشتن برای اینکه یک نظام عقب مانده بر کشور ما حاکم بشه. چه گروه چپ، چه مجاهدین، چه ملیون، چه رژیم شاهنشاهی و ایدئولوگ های اون، همه و همه. و البته خب غرب هم که دلش برای ما نسوخته که، اونا دنبال منافع ملیشونن. بله در زمانی که احساس میکنن شاه دیگه نمیتونه ادامه بده، اونا خب به دنبال نیروی جایگزین میرن. این نبوده که غرب توطئه کرده، نه از نظر من غرب توطئه نکرده، ولی در هر صورت در سال 50 وقتی اون شیرازه همه چی داره از هم میپاشه، به دنبال میره نیروی جایگزین. بریم چیکار کنیم؟ آقای بازرگان رو نمیدونم احزاب مثل جبهه ملی و احزاب تشکیلنده جبهه ملی و اینها، اینا همشون میان در مذاکرات هستن، غرب رو متقاعد میکنن. و خب تو اروپا هم میبینید آقای قدزاده، آقای بنی‌صدر، یزدی، تمام گفتگوهای خمینی رو، مصاحبه های خمینی رو به میل خودشون ترجمه میکنن. اینجوری نیست که خمینی خود امی کنه، نه خمینی خود امی کنه، تو اینا خود امی کنن هی میگن. اما آقای مصداقی خدمتتون عرض کنم، ببینید زمانی که برمیگشتن ایران توی هواپیما، خبرنگار وقتی از خمینی پرسید شما دارید برمیگردید ایران چه احساسی دارید، خمینی گفت هیچی. این تو انگلیسی یعنی nothing، و به هر کی بگی برق میگیرتش. اما قدزاده همین یک کلمه رو که ترجمهش nothing و هر کسی میدونه، همین یک دونه رو ترجمه کرد با I have no comment. زمین تا آسمون این معنیش با اون یکی برق، زمین تا آسمون فرق میکنه.
گفت من اظهار نظری ندارم. ببینید یعنی این رو میخوام عرض کنم خدمتتون که خب همه دست به دست هم دادن تا کشور به اینجا رسید. بله بفرمایید. ازم حضور شما که خب این گذشته رو به درستی نگاه کردید، تصویر خودتون رو به ما القا کردید، اما من فکر می‌کنم جامعه امروز هم دچار همین معضله، یعنی امروز هم اگه همینجوری نگاه میکنه به جریان و طور دیگه‌ای نمیتونه اینو ببینه. میخواستم ببینم که این چرا درش این تحول صورت نمیگیره، علت عللش چیه، چرا متحول نمیشه، نقطه گیرش کجا. امروز حالا مثلا یه بحثی مطرح هست تحت عنوان این که عرضم به حضور شما که تحت عنوان این که مثلا از ما از نیروهای داخل کشور باید 100% تبعیت کنیم، در حالی که ما میدونیم نیروهای داخل کشور در محاق توقیف و زیر داغ و درفش و اینا هستن، بنابراین نمیشه که با اون ما خط اون رو یکی بکنیم. و یه ده میگه اونو فراموش کن یعنی یه جور سردرگمی این همواره باش وجود داره. گرهشو در کجا میبینی؟ سوالم به طور خلاصه هم درست میفهمید. ببینید من تصورم اینه که مشکل هستی برمیگرده به آلترناتیو، چون آلترناتیوی وجود نداره، چون آلترناتیوی که در ذهن و ضمیر مردم باشه وجود نداره. نیرویی که بالقوه آلترناتیو باشه وجود نداره. ببینید خمینی به عنوان آلترناتیو بالقوه وجود داشت، منتها سالیان سال بود که امکان بروز پیدا نمی کرد، بالفعل نمی شد. اینو حتی در زندان بیژن جزنی هم دیده بود. شما در تاریخ 30 ساله بیژن جزنی که بخونید میگه خمینی بالقوه امکان آلترناتیو شدن داره، اما امکان براش به وجود نمیاد. ارزیابی او اینجاش غلط بود که میگه امکانش به وجود نمیاد. خب حالا آدم میتونه بعد که میبینه داره میاد خب بفهمه، ولی بس برسته اینه که این پیشبینی میشد که خمینی بالقوه این امکان رو داره. حالا ما در ایران در حال حاضر متاسفانه آلترناتیو وجود نداره، آلترناتیو واقعی که در ذهن و ضمیر مردم باشه وجود نداره. ما میتونه تو 88 جنبش 88 به خوبی اینو نشون داره، جنبش 78 در به خوبی نشون داده بود، اما در سال 88 تاکید مؤکد بود. حالا اگر اونجا 6 روز بود فقط در تهران بود سال 78 جنبش دانشجویی، فقط جنبش دانشجویی هم در اونجا بود و در یه شهر بود تهران فقط بود، از 6 روز در جنبش 88 بیش از 6 ماه 7 ماه بود و بعد در بسیاری از نقاط بود و بعد همه نگاه ها به این بود و به چه بلاز بین رو چه بلاز داخلی. ولی خب شما میبینید که رهبری نداره، آلترناتیو نداره. این سردرگمی ها هم که میبینید به خاطر همینه، همین که افراد نمیتونن تصمیم بگیرن، همین که همه به در دیوار میخورن، دلیلش به خاطر اینه که آلترناتیو وجود نداره. نیرویی که بتونه بالقوه آلترناتیو باشه وجود نداره. بی‌اعتمادی مطلق به جریانات و گروه‌های سیاسی هست، به شخصیت‌های سیاسی هست، هم به درستی هم هست. خب چجوری میتونید اعتماد بکنید چون این گروه‌های کلا هستن؟ از بزرگترینش مجاهدین بگیرید تا بیاید پایین. شما چجوری میتونید اعتماد کنید به مجاهدین؟ قدرت بدید دستش. نیرویی که به سادگی دروغ میگه، به سادگی پرونده‌سازی میکنه، به سادگی حتی به نیروهای خودش رحم نمیکنه. چجوری میتونید اعتماد کنید؟ مردم نمی کنن. ممکنه یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر اشتباه بکنن، اما وجدان عمومی اشتباه نمی کنه، اما کل مردم اشتباه نمی کنن، اما نگاه عمومی اشتباه نمی کنه. ببینید اینجوری نیستش که حالا یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه، یه سال اشتباه بکنید، حالا بعدش سرخورده میشید برمی گردید به نخمه. اینطوری نیستش که. ببینید مشکل در اینجاست، اعتماد نیست. حالا هر کی میتونه بگه آقا من آلترناتیو و من تنها آلترناتیو و من آلترناتیو دموکراتیکم، بعدم میتونید به دروغ مطرح کنید مردم همه کشت مرده منن، اما به روز روزش که میشه مثل جنبش 88. ببینید همه اونایی که ادعای آلترناتیوی میکردن در همین خارج کشور، شما ملاحظه کنید از رضا پهلوی تا مسعود رشیدی یکی دونه شعار به نفع اینا نبود،
مگه میشه همچین چیزی؟ شما اگر زمینه داشته باشید، ملاحظه میکنید، اگر زمینه داشته باشید، وقتی که جامعه متعوله، وقتی جامعه متبلوره و داره به قول معروف بالا پایین میره، خب جامعه قلیان داره، شما باید درش ظهور پیدا کنید، حضور پیدا کنید، در شعارها باید باشی، یه جایی باید که بگی آقا درود بر فلانی، درود بر فلانی. چطور در سال 57 بلا فاصله درود بر خمینی جا میفته؟ چرا جا میفته؟ چون بالقوه بود، بالفعل نبود. درسته مردم نمیشناختن، الحمدلله الان همه دیگه همه میشناسن. شما بگوید مردم دیگه نمیشناسن، چرا؟ اینا رو میشناسن، اما اعتماد عمومی نیست. باید برای این فکری کرد. خب بله، وقتی نباشه همه به در دیوار بکنن و گروه های سیاسی، اشکال در اینجاست که هیچ کدومشون اشتباهات خودشون رو نپذیرفتن. وقتی شما درد رو ندونید چیه، قطعا به دنبال درمان نمید، یا اگر به دنبال درمان برید، درمان درست رو انتخاب نمی کنید. شما فکر کنید سرتون درد میکنه، هی پاتون رو پماد بمالید، مگه خوب میشه سر درد بتونید؟ معلومه نمیشه. بنابراین اشکال برمیگرده دوباره به این مسئله. اینا هیچ کدوم به گذشته خودشون منتقد نیستن، هیچ کدوم. همون کاری که اون روز میکرده درسته، همین کاری که الان داره میکنه درسته، حالا بعدا هم میکنه درسته. خب نمیشه، بعدا میبینی همه این کارا با هم متفاوته. خب نمیشه اینا که. بالاخره باید یه جا از خودش انتقاد کنه، اشتباهاتشو بپذیره. هیچ کدوم از این گروه های سیاسی اشتباهات خودشون رو در ارتباط با تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی نپذیرفتن. مگه مجاهدین پذیرفتن شعاری که برای انقلاب میلادی اشتباه بود؟ مگه نیروی چپ پذیرفته شعار انحلال ارتش؟ چه کسی ازش استفاده کرد؟ خب معلومه انحلال ارتش سپاه پاسداران بغلش درست کرد. کی اومد به مددشون؟ دولت بازرگان. ببینید لایحه دادگاه انقلاب کی بود اونجا؟ دولت بازرگان. لایحه تشکیل سپاه پاسداران کی بود؟ سپاه پاسداران، دولت بازرگان. کی تایید میکرد شورای انقلاب؟ کی شعارشو میداد؟ مجاهدین، گروه های چپ. خواهان این بودن که خارج از دادگستری و سیستم قضایی به مسئله متهمان یا فرماندهان، نمیدونم مسئولین نظام شاهنشاهی بپردازن. خب میپردازن. دادگاه رو اینا درست کردن، دادگاه رو اینا تشکیل دادن، نمیدونم درست حکام شهرش نبودن اما دادیاراش بودن، پرونده سازاش بودن، فشار می آوردن برای اعدام هر چی زودتر و گسترده تر. و فکر نمی کردن فردا این دیوی که دارن درست میکنن خدمت خودشون هم میرسه. یه فکر اینجاشو نمی کردن. ببینید وقتی شعار دادن آقا علی شهربانی میدادی، خب الان کمیته درست میکنن. خب بابا ارتش بهتره سیستمش یا سپاه؟ به ما ارتش بیشتر نزدیکه یا سپاه؟ خب اینا که لاغر بار قاشق چنگال قضا میخوردن. ببینید بس بر سر اینجاست. اینا تصور میکنن آقا مگه دولت دست شما اومده که این حرفا رو میزنید؟ یعنی شبیه سازی های بچگانه. بابا بله تو امکان داره تو فلان کشوری دولت سرنگون شده، دولت تشکیل شده، حالا ارتش چه منحل میکنه، نمیدونم نیروهای انتظامی چه منحل میکنه. خب شما چی؟ خب بله در کشمیری اونجا این آقا مصادره اموال، آقا مصادره اموال جیب کی میره؟ غیر از اینکه شما دارید فر بهتر میکنید حوزه علمی قومو، غیر از اینکه دارید فر بهتر میکنید نمیدونم روحانیت و بازار رو، خب بنیاد مستضعفان درست کردن. خب این ثروت ها تو جیب کی رفت؟ غارتگری ها رو کی بهرش رو برد؟ خب بابا خیامی اگه میبود که بهتر بود که، تا بنیاد مستضعفان، تا محسن رفیق دوست. مگه قرار بود مصادره کنن به ما بدن؟ مگه قرار بود مصادره کنن به مردم بدن؟ خب این از بعدیش. ببینید بنابراین اینا هیچ کدومشون، آقا مبارزه با امریکا، امپریالیست، آقا رژیم عوض شده، این رژیم از موضع ارتجایی از شماها بیشتر ضد امپریالیسته، از موضع ارتجایی، از موضع مادونه نمیدونم ارتجایی. خب بله سفارت رو دست گرفتن. خب چی نصیب مردم شد؟ هی غیر از اینکه کشور
الان 35 سال به گروگان آمریکا رفته، اون که از اون ببارم. ولی جدا از اون زمینای انقلاب فرهنگی مگه پیش نیومد؟ مگه همون دانشجوهایی که شما شعارشون دانشجوی پیرو خط ما افشاک و افشاک و وقتی جا انداختی تو جامعه 6 ماه بعد رفت دانشگاه رو بست. جدای از این جنگ هم همون پشت همین شروع شد. جامعه چجوری بسته شد فضاش؟ بعد جمهوری اسلامی چجوری تو دنیا پایه‌هاش مستحکم شد؟ با شعار مرگ بر آمریکا. نیروهای ارتجایی منطقه رو همه رو جمع کرد دور خودش. نیروهای ارتجایی منطقه دنیا رو جمع کرد دور خودش. شما رو خل سلاح و خل شعارتون کرد. ما رو توی ما رو با شعار مرگ بر آمریکا شکنجه‌مون می‌کرد. تو پرچم آمریکا موقع اعدام میکردن میبستن. بنابراین اینا نمیان فکر بکنن یه دونه شبیه سازی بله در ویتنام و نمیدونم کوبا و نمیدونم فلانجا شعار ضد امپریالیستی میدن. آن فکر نمی کنی اونجا حاکمیتی ها رو دستش داره؟ فکر نمی کنی در پناه همین شعارهای ضد امپریالیستی که میدن دوار از روزگار نیروهای سیاسی و کشور در میارن، نمیذارن کسی نفس بکشه. حالا بخواد کارگر باشه، میخواد اتحادیه کارگری باشه، میخواد اتحادیه کشاورزی باشه، یا نیروهای دیگه‌اش باشه، یا روشن فکرش باشه، یا روزنامه نگارش باشه، همه رو می‌بندن به آمریکا. آقا اون حاکمیت رو داره، ما که حاکمیت نداریم که. یک نظام قرون وسطاییه. اینا این چیزای ساده رو نمی‌فهمیدن رهبران سیاسی گروه‌ها. حالا هنوزم خودشون رو امر کل می‌دونن. یک نفر اگه بیاد یک موردی رو به اینا انتقاد بکنه به پر قبا اینا برمیخوره، یا چرا به اسم شاه گفتی یابو. خب ببینید این واقعیته، اینا نخواستن بپذیرن. برابری تا زمانی که نخوان بپذیرن، تا زمانی که کتمان میکنن، تا زمانی که یعنی از واقعگرایی به دورن، از واقعیت ها به دورن. کسی که منفصل میشه از واقعیت ها، کسی که دور میشه از واقعیت ها، این دیگه نمیتونه درست تحریم کنه. این هر روز میره پی اثبات خودش. این جامعه ایست که ما امروز باهاش درگیریم و مشکلاتی که داریم. و به نظر من بازم تأکید میکنم ببینید نظام جمهوری اسلامی میتونه بمونه، هرچند این نظام با بحران مشروعیت روبروه، هرچند این نظام در درون خودش مشکل داره، هرچند این نظام بالقوه یعنی سقوط رو با خودش همراه داره، چون این برای دنیا نیست، نمیتونه مشکلات حل بکنه، تضادها رو حل بکنه، در درون خودش مشکل داره، با جامعه مشکل داره، با نسل جوان مشکل داره، اما میتونه هنوز بمونه به مدد نیروی سرکوبش، به مدد و مهمتر از همه اینها به خاطر اینکه آلترناتیو نداره. رژیم میتونه بمونه چون آلترناتیو نداره، هنوز میتونه بمونه. تا فکری برای این نشه رژیم میتونه از نقطه ضعفاش استفاده کنه، میتونه نقطه ضعفاش میتونه هنوز بپوشونتش، هنوز از شکستاش میتونه قصر در بره. ببینید اگه رژیم اپوزیسیون قوی میبود، آلترناتیوی میبود، رژیم نمیتونست همه قضیه هسته‌ای رو به این راحتی سرپاچه هم بیاره و از باستاب هاش توی جامعه و از عواقبش برخوردار نباشه. همه به نظر من مشکل برمیگرده، میگم همه چی برمیگرده تو خود ماها، اشکالات ماها، همه اینا هم که گفتم منم بخشی ازش هم، نه اینکه حالا من از بیرون نگاه بکنم من این مشکلات رو ندارم بقیه دارم، نه، بحث من اینه که این واقعیت های جامعه. بسیار ممنون و سپاسگزارم. این مصداقی میدونم که یک جلسه دیگه هم شما باید برین، بنابراین شما رو خسته نمی کنم بیش از این، امیدوارم که در فرصت دیگری این بحث رو بتونیم با هم ادامه بدیم و بحث بسیار بسیار درست و پرمایه است. امیدوارم که فرصتی باشد و بتونیم دوباره این بحث رو با هم ادامه. ممنونم از حضور در برنامه، سپاسگزارم. خیلی ممنون، متشکرم. خب گفتگوی رو آقای ایرج مصداقی، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشه. درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. متشکرم.